متشکرم. ممنون. زنده باشین. خوش اومدین. خیلی ممنون. شما هم خسته نباشین. دلتنگ شدیم. فراری، بفرمایید بشین. فکر میکردم اصلا نمیخواین تعارف کنین. اجدر، از اون مشروبه همشگی بفرست برای کاتینا. واسش دو برابر حساب کنی. پیر مرد چشیرون. اگه نصفشو تو میدی باشه. خب فریده چطوره؟ طبق معمول بد اخلاق. خوبه. شما دلتون برای همدیگه نسوخت؟ ببخشید پیش شما اینطوری صحبت میکنم. این چه حرفه؟ بفرمایید. تحویل بگیر. اینم یه خانم تمام عیار برای مشورت. به نظر میرسه آقا کامران در مورد خانم‌ها از من با تجربه ترن. با اجازتون من زود برمیگردم. میخوام به فریده پیشنهاد ازدواج بدم. البته اگه به من فرصت بده، اگه فرار نکنه. پس باید به تمام توصیه‌های من مو به مو عمل کنی آقای دکتر. فقط موضوع بحث فریده است. خوشحال میشم در حال توصیه دادن این مسئله یادت نره. تازه وقتم هم کمه. تعطیلاتش داره تموم میشه. دو روز دیگه برمیگرده مدرسه. این که غمی نداره. تو هم میری تو مدرسه چکاوک و گیر میندازی. اما چطوری؟ با یه سورپرایز عالی جلوش سبز میشی. موسیو کامران منتظرته. بیا. آقا کامران، من صدا کردین؟ میشل، میشه بشینی؟ فقط از اولش بهتون گفته باشم من مثل ناهید و نصیبه و ملک گول نمیخورم. اگه دوباره نقشه یه بازی جدید واسه چکاوگا کشیدین ممنون میشم اگه منو قاطی نکنی. میشل، میخوام از فریده خواستگاری کنم. چی؟ درست شنیدی، انگار تو مدرسه مراسم داری. بله، مراسم پنجمین سالگرد، اما فریده از هفته گذشته تنبیه شده. حرف زدن براش یعنی چی؟ فریده نمیاد مراسم؟ میاد، اما به عنوان خدمتکار. اوکی، این تو عالی شد. عالیه، مثل داستان پریا میشه. خب من چی کار میتونم براتون بکنم؟ از من چی میخواین؟ الان تو دارم خواب میبینم. نکنه به خاطر این نشست مجنون شدم. وای خدا نکنه. زور الکسی چکاوک داره با یکی حرف میزنه. با کی حرف میزنی؟ چی شد؟ حالا ممنوعیت یادت افتاد؟ کجا شدی که جرمتو قایم کردی؟ بگو ببینم. نکنه مخفیانه کسی رو آوردی تو مدرسه. کش کش پس شما اینجا چیکار میکنین؟ مگه نباید بقای امشب آماده بشین؟ اومده بودم اینا رو بدم به چکاوک خانوم. باید این لباسا رو برای مراسم بپوشه. اما وقتی اومدم داشت با یکی حرف میزن. با کی؟ نمیدونم، کسی رو ندیدم. باشه، من درستش میکنم. دیگه شما برید.
خدای من، این چیه؟ تازه از خارج اومده، بهش میگن چرا قوه. نترس، بیا بهت نشون بدم چطوری ازش استفاده کنی. ببین، از اینجا روشن میشه، از اینجا هم خاموش میشه. روشن خاموش. خب دیگه بیا تو امتحان کن. نه من نمیتونم. میشل میتونی. میشل ببین، تو دختر شجاعی هستی، میتونی، زود باش. بقیه امشب این آقا میپوشی. خیلی خوشم اومد، فوق‌العاده است خواهر. مهمان‌های محترم و دانش آموزای عزیزم، همتون به این شب شادمون خیلی خوش اومدین. 50 سال قبل مؤسسین محترم ما با حرکت از فرانسه و ورود به گالاتاسارای بیشک با امید به همچین موفقیتی دست به این کار زدن. این 50 سالگرده ی رویاست. امروز همه با هم 50 سالگرد تأسیس مدرسه‌مونو جشن میگیریم و خیلی خوشحالم که همتون حضور دارین. ما از حضور شما بسیار مفتخریم. همگی خوش اومدین. دانش آموزای عزیز ما همه نور چشم ما هستند و حالا برای مراسم یاد بوده امشب، بعضی از دانش آموزای ممتازم رو به اینجا دعوت میکنم. دانش آموزایی که نام میبرم در بین دوستانشون شاگردای خیلی ممتازمون هستن. دوشیزه مظفر، دوشیزه جولیت، دوشیزه استل، خب حالا میرسیم به جایزه بزرگ امشب که این جایزه متعلقه به یکی از دانش آموزانی که با عزم و تلاشش و توانایی های درسیش نمونه ترین دانش آموز امسالمونه و اون کسی نیست جز دوشیزه والز. تبریک میگم دخترم. از شما میخوام که برای گرفتن جایزتون تشریف بیارین. آلباف، چکوبک بود، چکوبک بود، زیر پایی انداخت. هر کسی این کارو کرده خودش بیاد جلو. خودم دیگم. فقیده، فقیده، نور مقدس، فکر میکردین تموم نمیشه، نه؟ منم همینطور، واقعا خیلی خسته کننده بود. به هر حال میخوام یه داستان فوق‌العاده رومانتیکو براتون تعریف کنم. یه داستان خیلی زیبا که فقط از دو کلمه تشکیل شده و آخرش معلوم نیست. فریدم، شادی زندگی.
من ازدواج میکنی؟ اگه به من بله بگی وجودم پر از خوشبختی میشه. شاعری رو ول میکنم. شاعر بودن کار آدمای ناکامه. چه شعری بهتر از تو، بهتر از روی تو. اگه به من بله بگی اوستای بنایی میشم، دیوار خونمونو میسازم، گل پیچک میکارم از همونایی که تو دوست داری. اگه به من بله بگی کلی چیزای جدید درست میکنم، رو پشت بوم برای کبوترا دونه میسازم، اما به شرطی که تو بهشون غذا بدی. اگه به من بله بگی بابا میشم، بابا میشم و نون آور خونه میشم. فریدم، شادی زندگیم، به من بله میگی؟ اوه چه رمانتیک. مدرسه نیست که کلبه عشق چکاوک خانومه. فریده، فریده، فرید، میخواستم مثل قصه یه پریا بشه ولی تا این حدشو خودمان فکر نمی کردم. فریده زود بیا بیرون، ببین داره نصف شب میشه، اگه تا قبل از نصف شب به من بله نگی به سیب زمینی تبدیل میشی. آزود باش فریده. فریده چرا سکوت میکنی؟ نکنه میترسی دهن باز کنی و لبات بله بگن؟ شایدم میترسم دهن باز کنم و لبام نه به هم بگن. آقای دکتر کامران محترم، خواهش میکنم لطفا. اصلا نمیشه. من نمیتونم. بفرمایید لطفا یه چیزی بگید. خیلی جالب بود. وای خیلی رمانتیک بود. به خدا مدرسه نیست که محل دلالای ازدواجه. مهمونای محترم، بابت این اتفاقی که چند دقیقه پیش افتاد از همتون عذرخواهی میکنم. باور کنید که برای ما هم سورپرایز خیلی بزرگی بود. این بود غرور 50 سالتون؟ من فکر میکردم دخترمو میفرستم مدرسه، اما حالا میبینم که اینجا چه رسوایی اتفاق میفته. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم بقیه رو ناراحت نکنید. اولیای محترم باور کنید هر قد که شما متعجبین ما هم همون قد متعجبیم.
این که بدتر خانوم، این وقت شب بدون اطلاع شما یه مرد سرشو انداخته پایین وارد مدرسه شده. نه حالا که تو اینجا تونسته بیاد پس خوابگاه میتونه بره. را بیا فریم دخترم. اما بابا زود باش پاشو. فریده ای که من میشناسم بعد از این رسوایی حتی اگه میخواست قبولم کنه دیگه نمیکنه. این دفعه کامران تیرش بدجوری خورده به سنگ. این چه اتفاقی بود آخه افتاد؟ سیلانس سیموپیله اکوته موا. خیلی خوب، قبل از هر چیزی بابت این نمایش خوب از فقیده دختر نظام الدین و ولی ایشون موسیو کامران بی نهایت تشکر میکنم. خیلی نمایش بابق پذیری بود. نمایش بود؟ درست مثل حقیقت بود. من خودم از نور عجیب حد زده بودم. عجب افتضاحیه. تا چند دقیقه دیگه میان با شما صحبت کنن. راستش خیلی هیجان زدم. بقای اونام تجربه جدیدی بود. حالا با اجازتون تا اونا بیان به مراسم ادامه میدیم. خواهش میکنم بفرمایید یه چیزی میکنید. فریده یه چیزی بگو. باشه. حالا من چطوری تو روی معلمام نگاه کنم؟ ها؟ آبرومو بردی. باشه چیزی نگو. تو عصبانی؟ بله که عصبانیم. الان همه میخوان یه جوری به هم نگاه کنن، با انگوش نشونم بدن، هی میخوان به من اشاره کنن، هزار جور حرف بزنن و مسخرم کنن. فرید معذرت میخوام، من میرم. لطف بزرگی میکنی. میرم ولی فقط برای این که به هم نگی. فردا جوابتو به هم بگو، همون جای همیشگی. اما اگه نیاد یعنی این که جوابت نبوده. اون وقتی که مزاحمت نمیشم. خوبی مامان؟ چشمتو باز کن ببینم. خوب کردم، نمیخوام منو بگیره. نوایا میگیرم میکشم. هیچم اینطور نیست. دختر جون میام میگیرم میکشم. نه بابا، حالا اگه تونستی بگی. میدونم که نمیتونی. صبر کن مامان. صبر کن مامان. آی چی میگی؟ من با تو ازدواج میکنم. وایسه من. آفرین پرنسس من. وایسه من دختر. بسته دیگه، اینقدر ندوی. سلام میاما. ببینم. نمیتونی منو بگیری. نمیتونی منو بگیری. خیلی خوب، این داستان سیندرلا شد. حالا این کفش اندازه ای پای تو میشه، بعدش هم تو پرنسس من میشی. فهمیدی؟ سارم، اسم این نمایش عالی چی بود؟ دختر مبارز. تکلیف این جوونا چی میشه؟ خدا عاقبتمونو به خیر کنه. عذر میخوام، این نمایش در کشورهای مختلف با اسمای مختلف اجرا شده. هر اسمی که به نظرتون مناسب تره. براو.
برافو.